تا وقتی که خدا بیرون بخواد. نینوه سب دست یک کمپوزیتور بود چه من زیاد کمپوزیتوران پیو زمانو وقت که لرل لکه استاد سیال زلان یا خپل استاد هاشم در خود استاد هاشم شاگردو کنه نو لیکن نینواز پا دی کمپوزیتورانو که زن تا خصوصیت لرل خصوصیت ده داو چه دار کمپوزی جل کرده ده ده خلقو پا جبه و ده خلقو پا زلو که زینی ولده و ده دیار کمپوزیتور سره دا ډېر مشکل ده د استاد خصوصا داسې نه وي چې د دري کمپوزونه جوړول نه پښتو کمپوزونه ډېر زیات جوړ کړي دي اوس دا کمپوزي استاد اول میر ته جوړ کړه ستا د سترګو بالا واخلم بیا د سترګې ولې سرې دي ګوره یعنې داسې یو کمپوز ده چې فکر کوم چې په لر او بر موږ چې پښتنو نامن هغه کې کمپوزیتورانو کې کمپوزیتوران دي دا رقم کمپوز تر اوسه نه ما جوړ کړی ده او نه بل چا جوړ کړی ده تر ننه پورې به داسې کمپوز به څوک جوړ نه کړي آفرینش های هنری در برگیرنده احساسات و عواطف انسانی هست که در حالات مختلف به طرف مقابل بیان میشه. پس به این خاطر من گفتم میتونم که یگانه خصوصیاتی که در فن آهنگسازی مرحوم نینواس وجود داشت از امی خصوصیات برخوردار بود، یعنی نظمی که در کلمات جابجا کردن کلمات صوتی و ساختن جملات صوتی که اینا ابداع می کردن و اینا گویا می آفریدن چیزی را، اینا یک استعداد خارق العاده داشتن و به می خاطر است که گویا بر شنونده و بیننده جلب توجه می کنن. نینواز با ساختن کامپوزهای دلنشین و تصنیفهای دلانگیز و ترانه های نازنین شاگردانش را به اوج شهرت می رساند. وقت مرحوم عبدالرحیم ساربان نزد نینواز آمد و نینواز آهنگهای من نینوازم، خورشید من کجایی و شدبرو پاره پاره را برای او ساخت. دیگر ساربان محبوب قلبهای نه تنها جوانان گشته بود بلکه سالمندان صاحب دل نیز به او دل باخته بودند. استاد مهوش نیز نزد نینواز موسیقی آموخته است و اما شاگرد دیگر نینواز احمد زایر چنان از کمپوزها و تصنیفهای نینواز بهره برد که آوازه و شهرتش از مرزهای کشور عبور کرده و تا اکنون محبوب قلبهای افغان هاست. شبهای ظلمانی دشت و بیابان ها باز خدر بان ها عبر پایز بر رخ اختر عشق و از چشم من روان شد چو باران ها باز خدر بان ها شبهای موسیقی نینواز مکتب به خصوصی از خود داشت. البته باید قابل یادآوری است که استاد برشنا هم در افغانستان یک نوار آوری آوردن، اما مکتب نینواز از همه تغییر داشت. برای از اینکه
همیش کوشش میکرد که یک چیز نو برای شنونده های خود چی کنه، با معرفی کنه. و در ضمن خواندن ها و کمپوزایی که کردن نه تنها در افغانستان، در ایران، در شوروی، در ترکیه قابل ستایش مردم بود. مکتبشون بسیار از مکاتب دیگه موسیقی افغانستان تفاوت داره. همین که بر شما گفتم یک نهواری غربی را با موسیقی محلی افغانستان و موسیقی هندی یا غزل ما شما که میگیم با این یک جای ساختم و امیتال مغولی که در افغانستان بود به او وقت بسیار به وقت دوران استاد نینواز یا به زمانی که اونا بودن اینا بسیار رونق دادن. و اولین آماتور افغانستان که اونا در وقت ظاهر ویدا بود و کبیر ویدا و دوستای دیگه در وقت می نواختن توسط استاد نینواز مرحوم جمع‌آوری شد. فضل احمد جان یک استعداد به خصوص داشت به حساب موسیقی، مگر او زیادتر شوق داشت که موسیقی به اصطلاح کمپوزای زو شکل محلی خود داشته باشه. او زیادتر به مو طرفدار بود، استعداد خوبی داشت، شوق داشت، یکی شوق داشت که میخواست، یکی یک جنون داشت در مقابل موسیقی که هر وقت میرفتین هارمونیه کتیش بود، پیش هارمونیه بود کار کرده میرفت، خوانده میرفت، ساخته میرفت. باز ما کتیش زیادتر میبودیم دیگه، مثلا ما طبله میزدم، یار جان برادرم طبله میزد، یا ولی طبله نوازی، این نف طبله نوازی که بود میبودن، میخواست میبود کتیش کار میکردیم. او زیادتر کار، زیادتر شوق داشت که آهنگای تقریبا شکل محلی داشته باشه. دوباره زیادتر و دست او چی ده کمپوزون اکثرا دست رول لاره چی دو طرفک از اغب کیو هم ده افغانستان ده اخپل اصیل موسیقی یعنی مالی موسیقی خصوصیت کیول و هم دست او چی برانی اغب لاره دست او تیپی لاره و از خدای بخری اما زیر کتا سو آوری دلی ده کمپوزون است یه ویلی دی نو دست کمپوزون است ده پکر نکه چی شرکی موسیقی ده کمپوزون دی ده این مودن ده کمپوزونه باز فکر کنم چې څلور سوه کاله د افغانستان په موسیقي کې چلیږي. بعضې کمپوزونه یې چې زړول نه لري. نو داسې ده چې د نینواز صاحب کمپوزونه دا لویه هستي د افغانستان د موسیقي وه او چې کوم کمپوزونه د جوړ کړي دي دالته پاتې دي یو سندرغاړو په اوازونو کې دي. زه فکر کوم چې څو دورې ما مخکې وویل څو دورې سندرغاړي به دا بیا ووایي په شعرونه به په بدل شي لیکن کمپوز به ما کمپوز وي او دا د موږ د موسیقۍ دپاره لویه هستي د افغانستان د موسیقۍ دپاره افغاني موسیقۍ دپاره موږ ته لویه هستي پرېښودې ده او دغه موږ افتخار کوو او ده ته د خدای جنتونه ورکړي موږ په منځ کې نشته. زه دومره وایم چې بیا به دا رقم کمپوزیتور موږ نه ولرو. امام عبادی یکی از دوستان نینواز در رابطه به ناپدید شدن نینواز می گوید در یکی از روزهای تابستانی داغ 1358 شمسی روزی که نظامیان در بالای حصار دست به قیام مسلحانه زدند و دولت مردان وقت دستور سرکوب فوری قیام را صادر کردند صدای شلیک توپهای ثقیل پرواز تیارات نظامی و انفجار بمب‌ها شهر کابل را می لرزاند. مردم دکانها را بسته و به طرف خانه هایشان می شتافتند. نینواز نیز از دفتر خود برای برداشتن کودکانش از کودکستان مربوط با موتر سپورتی شخصیش بیرون آمده بود. دروازه‌بانان کودکستان کودکان را تسلیم نمی دادند و می گفتند هنوز برایشان دستور نرسیده است. نینواز به خانهش در بلاک 28 الف مکروریان می رود تا از مادر پیر و خانم جوانش نیز اطمینان حاصل کند. نینواز بار دیگر با مرحوم حبیب زکریا پسر عمش راهی کودکستان می شود. هنوز هم دستور رهایی کودکان از سوی مقامات زیربط نرسیده است. نینواز اصرار می دارد ولی کمترین توجه